69مین روز اعتصاب قضای زندانیان سیاسی کرد در قزلحصار کرج، دومین هفته اعتصاب قضای خانواده‌های 4 زندانی اعتصابی در سنندج، گوشمالی دادن یک آخوند در مرند و بستری شدن وی در بیمارستان، دانشجویان دانشگاه عراق طرح ارتجاع تفکیک جنسیتی در پارک را به شکست کشاندند، اعتراض دانشجویان دانشگاه اصفهان و حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهان. 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار کرج 69مین روز اعتصاب قضای خود را پشت سر گذاشتند. کمال مولایی پنجشنبه شب دوبار بیهوش گردید که به بهداری زندان منتقل گردیده بود. وی مجدداً در روز جمعه ساعت 10 صبح بیهوش شد که دشخیمی به نام حقشناس مانع انتقال او به بهداری شد. سرانجام ساعت 11:30 روز جمعه کمال مولایی را در حالت بیهوشی به بهداری منتقل کردند و پس از بهوش آمدن به زندان برگرداندند. خانواده‌های 4 زندانی سیاسی در قزلحصار نیز به همراه فرزندان خود در سنندج دست به اعتصاب قضا زدند. آنان دومین هفته اعتصاب قضای خود را پشت سر می‌گذارند. خانواده‌های زندانیان گفتند تا زمانی که فرزندانشان در اعتصاب قضا هستند، آنان نیز غذایی نمی‌خورند و به همراه فرزندانشان اعتصاب کردند. یک جوان خشمگین در مرند، آخوند اکبر مرندی، رئیس دفتر سابق امام جمعه رژیم در این شهر را به شدت گوشمالی داد، طوری که وی در بیمارستان بستری گردید. رسانه‌های حکومتی نوشتند این واقعه شامگاه سه‌شنبه 17 دی ماه جاری رخ داد و آخوند مزبور دچار شکستگی دست و جراحت شدید از ناحیه سر گردید و بستری شد. دانشجویان دانشگاه عراق طرح ارتجاع تفکیک جنسیتی در پارک دانشگاه را به شکست کشاندند. مزدوران رژیم آخوندی با نصب 2 پلاکارد جدا به اسم بوستان دانشجو خواهران، بوستان دانشجو برادران این پارک را جدا کرده بودند. ولی دانشجویان در یک حرکت اعتراضی پارک را به حالت اولیه برگردانده و طرح رژیم را با شکست روبرو کردند. دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه غیر انتفاعی صفاهان و دانشگاه فنی و حرفه‌ای مهاجر این شهر روز چهارشنبه 18 دی ماه به زمان و نحوه برگزاری امتحانات اعتراض کردند. بیش از 300 تن از کشاورزان اصفهان روز چهارشنبه 18 دی ماه در اعتراض به بی‌آبی مزارع و ندادن حق آب به کشاورزان توسط کارگزاران رژیم در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند. نمایندگان کشاورزان خراسان اصفهان صبح روز شنبه 21 دی ماه در اعتراض به پرداخت نشدن غرامت کشاورزان در مقابل فرمانداری رژیم در اصفهان تجمع کردند. آنها سپس در مقابل اداره کشاورزی رژیم در اصفهان تجمع کردند. مردم روستای تازه آباد سریاس از توابع پاوه در استان کرمانشاه روز سه‌شنبه 17 دی ماه در اعتراض به بازرسی محل سکونت یکی از ساکنین توسط مزدوران سپاه پاسداران دست به اعتراض زدند و با آنها درگیر شدند. مزدوران سپاه به روی مردم تیراندازی کردند و یکی از معترضان به نام اکبر فتی را از ناحیه پا مجروح کردند. رژیم آخوندی صبح روز سه‌شنبه 17 دی ماه یک جوان آذربایجانی را پس از 11 سال حبس در زندان مرکزی تبریز اعدام کردند. وی در سن 19 سالگی دستگیر شده بود.